هفت بامداد تهران کابل از هفت نیم به بخت دوشنبه درود بر شما و خوش آمدید به چشم انداز بامدادی 15 فروردین 3 آوریل میزان ابتلا به ویروس کرونا بیش از یک میلیون تن در جهان با بیش از پنجاه هزار تن جان باخته در این برنامه نقشه نفوذ کرونا در جهان را مرور می کنیم و از وضعیت کرونا در ایران هم خواهیم گفت که رئیس جمهورش گوید کرونا مسئله نیست که بگیم فلان روز به طور کامل تمام میشه دورش کرونا ممکنه با ما باشه برای ماهای آینده ممکنه تا آخر سال با ما باشه اینها در حالی است که در آمریکا درخواست کاهش تحریم ها علیه ایران بالا گرفته در این باره هم گفت اوی داریم میکوشیم به وضعیت کرونا در تاجیکستان و افغانستان هم بپردازیم افزون بر مطالب بسیار دیگر در ظرف یک ساعت آینده با من داریش رجبیان پیش از همه اینها خبرهای جهان از محمد سباهی تایی کنند درود و روزتان خوش همه گیری ویروس کرونا همچنان در حال افزایش است شمار مبتلایان در, در کل جهان در یک هفته گذشته دو برابر شده و اکنون مرز یک میلیون نفر را هم پشت سر گذاشته آمریکا به تنها یک چهارم کل مبتلایان را دارست تا کنون در کل بیش از 50 هزار نفر هم در سراسر جهان جانشان را به علت بیماری کوید 19 از دست دادهاند اسپانیا روز پنجشنبه بدترین مرگ و میر روزانه را بر اثر ویروس کرونا در تمام دنیا داشته 950 جان باخته در یک روز بر اساس گزارش وزارت بهداشت ایران در روز پنجشنبه در ایران 2875 مبتلای جدید شناسایی شده و 124 نفر نیز جان خود را از دست دادند به این ترتیب شمار کل مبتلایان به کووید 19 تا بعد از روز پنجشنبه در ایران به 50468 نفر و جان باختگان هم به 3160 نفر رسید در حالی که حسن روحانی رئیس جمهوری هشدار داده که شاید این ویروس ماها در ایران بماند ولی گفته که کشور مشکلی نخواهد داشت ما به حمد در ماههای آینده مشکلی پیش روی ما نیست. بانک مرکزی گزارش بسیار خوبی دادن. محصول ما محصول خوبی خواهد بود. ما تصمیمات خوبی گرفتیم. به حمد ما مشکلی برای تامین ارز تا پایان سال ان نخواهیم داشت. وزارت صحت عامه یا بهداشت افغانستان هم اعلام کرده که شمار افراد مبتلا به ویروس کرونا در این کشور به 273 نفر افزایش یافته. وزارت بهداشت گفته در نو... تمامی نواحی شهر کابل مراکز تشخیص کرو... کرونا را راه اندازی می کند. کنشکا ترکستانی رئیس بهداشت محیط این وزارت به بی بی, بی سی چنین گفت. ایجاد مراکز گرفتن نمونه از افراد اشخاص مشکوک در سطح کابل است. مثلا کابل 20 ناحیه داره در 20 ناحیه ایجاد میشه مراکزی که ما فعلا داریم مثلا شفاخانه افغان ژاپن هست در پهلوی از اینا و پنج تیم سیار را ایجاد میکنیم که اونا میگردن در جاهای مختلف در نواهی، در جاهایی که مثلا بیشتر مردم گشت گذار دارن در عین زمان بر مردم آگاهی میتن و مردم ها تشویق میکنن برای تست تشویق میکنن برای که در خانه بمونن خبرهای جهان را از بی فارسی میشنوید. بهای جهانی نفت پس از کاهش شدید در هفته های اخیر افزایش قابل توجهی ای داشته. این افزایش بها پس از اعلام توافق احتمالی عربستان سعودی و روسیه برای کاهش تولید نفت توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا رخ داده. سخنان دونالد ترامپ همزمان به افزایش بهای سهام در نیویورک هم کمک کرده. و مطالعات جدید نشان میداد که سه گونه متفاوت از اجداد نوع بشر بیش از دو میلیون سال پیش به صورت همزمان بر روی کره زمین زندگی می‌کردند. صبح و روز و شب شما به خیر و خوشی هر جای دنیا که هستی داریش رجبیان هم با بامداد بامدادی پانزده همه فروردین 1399 سوم آوریل 2020 از رادیو بی بی سی در لندن در روزگاری که شیوع ویروس کرونا به همان شیوی که زندگی جهانیان را قبض کرده سرخط خبرها هم همین طور به جاکنون جا که شمار جانباختگان این همه گیری در سراسر جهان بر آمار رسمی البته از مرز پنجاه تن گذشته شمار موارد قطعی ابتلا به ویروس کرونا هم در آمار رسمی همچنان رو به افزایش است بالغ بر یک میلیون تن در جهان ایالات متحده ای آمریکا که بیشترین تعداد موارد ثبت شده ابتلا به کووید 19 را دارد شاهد مرگ بیش از 5000 تن بر اثر شیوع کرونا است و اکنون کانون شیوع کووید 19 به شمار می آید در اسپانیا در یک روز واحد 950 تن به کام کرونا رفتند که بیشتر از هر جای دیگر در جهان است نرخ مرگ ناشی از کرونا در ایتالیا نزدیک ای به 1400 تن است شیوع سریع ویروس کرونا در سراسر جهان مسائل مشکلات فراوانی به بار آورده که در گزارش مهرنوش پورزیایی در واشنگتن میشنویم پیش از اینکه روی وضعیت کرونا در ایران تمرکز کنیم ایتالیا گرفتارترین کشور اروپایی در بحران کرونا از نظر آمار مرگ و میره روزان است روز پنجشنبه هم تعداد قربانیان کرونا در این کشور از روز قبل بیشتر شد و به 727 نفر رسید با این همه نشانه هایی حاکی از به ثبات رسیدن وضعیت همهگیری در این کشور و نیز اسپانیا دیده می شود و شیب افزایش تعداد مبتلایان در یک روز افت کرده است. در کل جهان اما گسترش بیماری سرعت بیشتری گرفته. درست یک هفته پیش تعداد مبتلایان حدود 500 هزار نفر یعنی نصف میزان کنونی بود. آمریکا با 20 درصد از کل مبتلایان در جهان با چالشی بی سابقه روبرو شده. فرماندار ایالت نیویورک با 92 هزار مبتلا از تمامی شهروندان خواسته در صورت خروج از خانه حتما صورتشان را بپوشانند. کارگروه ویژه کرونا در کاخ سفید اعلام کرده تعداد قربانیان در کل کشور احتمالا در دو سه هفته آینده به اوج خواهد رسید. دانلد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه خبر داد تست کرونایش منفی بوده اما بحث در کاخ سفید بر سر لزوم استفاده از ماسک در کل کشور در صورت خروج شهروندان از خانه ادامه دارد معاون رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت ظرف چند روز آینده توصیه های دولت برای پوشیدن ماسک منتشر خواهد شد اما یکی از پزشکان این کارگروه بلافاصله گفت ماسک توهم ایمنی به همراه دارد و نباید جایگزینی برای فاصله گیری اجتماعی و شست و شوی دست ها قلم داد شود. همزمان بانک جهانی خبر داده کشورهایی که برای حمایت از فقرا و آسیب دیدگان کمک لازم دارند و یا با رکود اقتصادی مواجه شدند در 15 ماه آینده از صندوقی حاوی 160 میلیارد دلار کمک دریافت خواهند کرد. این سازمان بین‌المللی روز پنجشنبه در اولین گام مقابله با تبعات بحران کرونا از آغاز روند تخصیص نزدیک به دو میلیارد دلار به 25 کشور جهان از جمله افغانستان، هند و تاجیکستان خبر داد. یونان که به تازگی از اولین مورد ابتلا در یکی از اردوگاه های پناهندگان این کشور خبر داده بود، حالا گفته تعداد مبتلایان به 20 نفر افزایش یافته و کل اردوگاه ریتسونا را در وضعیت قرنطینه قرار داده است. وزیر مهاجرت یونان گفته این قرنطینه دو هفته طول خواهد کشید و تمامی 2700 پناهجوی این اردوگاه ظرف این دو هفته تست کرونا خواهند داد. اردوگاه ریستونا یکی از اردوگاه های پناهجویان در یونان است که جمعیت کمی دارد و شرایط نسبتاً بهتری در مقایسه با دیگر اردوگاه های این کشور. سازمان های امداد و حقوق بشری از دولت یونان خواستند پناهجویان را از اردوگاه های پرجمعیت خارج کنند و در داخل خاک یونان اسکان دهند اما دولت با این کار مخالفت کرده است مهرنوش پورزیایی بود در واشنگتن و ما در ایران برای نخستین بار پس از سالیان سال سیزدهمین روز نوروز در فضای باز به در نشد به اصطلاح سیزده اندر شد و اکثرا این آین باستانی را در چهار خانه و باغهای خودشان انجام دادند نه اینکه شیوع کرونا دل و دماغی برای تجلیل از سیزده به در باشه بلکه توصیه اکید مقام ها هم این بوده که همه در خانه بمانند در آن سوی ماجرا نتیجه آزمایش کرونا علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران مثبت اعلام شد روابط عمومی مجلس گفته که او حالا در قرنطینه و تحت درمان است بنابر آمار دولتی از دیروز نزدیک به 2900 مورد تازه ابتلا به ویروس کرونا شناسایی شده و 124 تن دیگر جان باختند در این حال رئیس جمهور ایران گفته که کرونا ممکن است تا پایان سالی که در آغازش هستیم در ایران بماند و همچنین گفته مشکلی برای تامین نیازمند بندی های مردم در ماهای آینده نیست. نخست گزارشی داریم از و اردلان و سپس بیشتر در این باره صحبت خواهیم کرد. ایرانیان توانستند یک روز سیزده به در را اغلب در خانه های خود بمانند و آنها که بیرون رفتند مثل این عده در مقابل بیمارستان گرگان روحیه دادند و روحیه گرفتند. نزدیک به 90 درصد کاهش ترددهای خیابانی این دلگرمی را میدهد که میتوان اکثر مردم را راضی به رعایت توصیه های بهداشتی کرد گزارش مفصلی رو هم وزارت کشاورزی داد و هم وزارت سمت داد از شرایط ذخایر کالاهای اساسی ما در ماه‌های آینده که گزارش بسیار خوب و امیدوار کننده ای بود و... این فقط وضعیت کالاهای اساسی ایران نبود که حسن روحانی در این شرایط امید بخش توصیف کرد ستایش از تمامی موارد مدیریت دولتی در این روزها تک کلام حسن روحانی بود ما به همدلله در ماهای آینده مشکلی پیش روی ما نیست بانک مرکزی گزارش بسیار خوبی دادن محصول ما محصول خوبی خواهد بود ما تصمیمات خوبی گرفتیم به همدلله ما مشکلی برای تأمین ارز تا پایان سال انشالله نخواهیم داشت همه اقدامات اقدامات خوبی هست ولی سخنگوی دولت ایران سانجا آنجا پیش رفت که از کرونای بدون مرگ در ایران سخن راند این چیزیه که ما میتونیم در آینده حد به طور قطع خوش بگیم که کرونای با کرونا با مرگ کمتر یا با امید خدا بدون مرگ یا با مرگ کمتر و بدون مرگ نمیتونیم مثل صفر ریاضی پیرامونش صحبت کنیم ولی در میانه این برآوردهای اقراق از اوزا از دولت مردان ایران یک واقعیت را ولو به شکلی ملایم بیان کردند اینکه کرونا فعلا ماندنی است کرونا مسئله نیست که بگیم فلان روز به طور کامل تمام میشه دورش کرونا ممکنه با ما باشه برای ماهای آینده ممکنه تا آخر سال با ما باشه دولت ایران میگوید از مدیریت خود امیدوار است اما متخصصان از یک موج دوم شیوع کرونا در ایران میگویند داروی ما را از تو وزارت خونه به ما پس بدید آقا از جمله محمد رضا هاشمیان یکی از پزشکان شاخص ایران که دعوایش با وزارت بهداشت خبرساز شد دارونه به ما بدید. پس بدید داروی ما رو باش ما در این نکنید. خبر داد ماموران وزارت بهداشت دارویی را از او ضبط کردند که در مداوای بهتر مبتلایان به کرونا به او کمک کرده و در چین و ژاپن هم نتایج خوبی داشته هرچند در بسیاری از کشورها از جمله ایران یا آمریکا رسما به تایید نرسیده زنگ زدن از که برای شما نسخه این صحبت ها وزارت بهداشت محمد رضا هاشمیان را به تشویش از خانه عمومی متهم کرد این ماجرا هم مربوط می شود به اختلاف نظر بین پزشکان متخصص و بوروکراسی وزارت بهداشت و هم به ماجرایی که در آغاز بحران کرونا وزارت بهداشت خود از آن به نام شبکه در همتنیده سرقت و احتکار در داخل این وزارتخانه یاد کرد که باعث می شود داروها و بعضی از لوازم خریداری شده سر از بازار سیاه در بیاورد و به چندین برابر قیمت به فروش برسد. سیاوش اردلان درباره کرونا در ایران گزارش میداد این گزارش سیاوش اردلان را همراه با دکتر آرش علایی مدیر انستیتوی جهانی آموزش و سلامتی در نیویورک آمریکا میشنیدیم شب شما به خیر آقای علایی آقای دکتر بزنین این صحبت های محمد رضا هاشمیان از پزشکان سرشناس ایران رو در آغاز گفتمون قرار بدیم که در پایان گزارش به اون اشاره شد میگفت دارویی رو برای افراد مبتلا به کرونا تجویز میکرده که اونطور که خودش میگفت در چین و ژاپن نتایج خوبی داده هرچند در ایران و آمریکا به تایید نرسیده اما وزارت بهداشت ایران جلوش رو گرفته صحبت از چه دارویی هست به نظر شما و آیا واقعا میشه برای این ویروس تازه که جهان رو قافل گیر کرده دارویی از داروهای موجود تجویز کرد عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان و بینندگان عزیزتون و تشکر از اینکه من در این برنامه دارید ببینید در کل من بخوام صحبت کنم داروی قطعی که برای کووید 19 مورد تایید مراجع المللی یا زی صلاح کشوری باشه وجود نداره چون میدانیم که کرونا ویروسی است با زنجیره ارنا داروهایی که برای ویروس هایی که نزدیک بودن به کرونا استفاده شده در چین یا در سایر کشورها و در بعضی از این داروها تاثیراتشون رو دیدن یعنی یک دارویی هست برای ایبولا استفاده میشد و الان میبینند که وقتی که به افرادی که کرونا دارن میدن تاثیر بخشه دارویی که الان ذکر کردن دکتر هاشمیان دارویی بود که برای آنفلوانزا داده میشد و سایر ویروس هایی که نزدیک و مشابه به کرونا ویروس و آنفلوانزا بود و تاثیرناک بوده و حالا وقتی که در چین و یا بعضی کشورها استفاده کردن برای افرادی که مبتلا به کرونا بوده تاثیرناک بوده حالا به خاطر این تاثیر مند بودن این دارو به نظر میرسه که بیمارستانی که دکتر هاشمیان در اون کار میکرده از طریق کانال های ارتباطی که داشتن چون این دارو در ژاپن توسط کمپانی فوجی درست میشده وارد ایران شده و برای بعضی از بیمارها هم استفاده شده و مصمر سمر بوده منتها وزارت بهداشت اون داروها رو بلاک کرده و نداده به دکترهایی که استفاده کنند. پس صحبت دکتر هاشمیان اینه که چرا وزارتخانه دست متخصصینی که متبهر هستند تجربه دارند و از علم و یافته های کشورهای دیگه استفاده کردند و حتی دارو رو وارد کردن نمیذاره در اختیارشون که استفاده کنند برای پیشگیری و یا کاهش مرگ افراد مبتلا به کرونا در ایران حالا آقای دکتر علایی اگه اجازه بدین یک نگاهی داشته باشیم به آماری که تا حالا اعلام شده آمار رسمی ایران البته که میگه که تاکنون بیش از 50 هزار تن گرفتار کووید 19 شدند و 3160 تن بر اثر این ابتلا جان دادند شمار جان باختگان دیروز رو وزارت بهداشت 124 تن اعلام کرده همون عدد معمولی که این روزها میشنیم و هرگز از مرز 130 تن فراتر نمیره در حالی که مثلا در کشورهای چون اسپانیا افزایش این رقم به طور روزانه 100 نفریه حالا آیا بر مبنای آمار رسمی که در ایران اعلام میشه میشه در مورد چشمانداز وضعیت و زمان احتمالی مهار بحران و برداشتن محدودیت های اجتماعی در ایران نظری داد ببینید وزارت بهداشت آمارهایی که اعلام میکنه کامل نیست یعنی اینکه وزارت بهداشت باید بیاد بگه که چند نفر گمان زده میشه مبتلا هستند به ویروس کووید از اینها چند نفر تست تشخیصی قطعی که از نوع پی سی آره انجام شده و یا تست های مشابهی که پاسخ ایمنی بدن به نسبت به کووید می سنجه و در بین این افراد چند نفر فوت شدند وزارت بهداشت اکتفا میکنه به عدد فوتی که از بین افرادی که قطعا تشخیص شدن به وجود آمده که این روی یک خط ثابت 120 110 130 نفره ولی تحقیقاتی که سایر دوستان به صورت مستقل انجام دادن مثلا من میخوام نام ببرم از تحقیقی که دکتر قفارزادگان و همکار ایشان دکتر حجیر انجام دادن گمان زده میشود که ایران با حد اقل 500 هزار مبتلا و حد اکثر نیم میلیون مبتلا به کووید مواجهه پس حالا ما اگر بگیم با خوشبینانه نگاه کنیم به عدد تخمینی و فرض کنیم که 500 هزار مبتلا هستند تشخیص روزانه سه هزار نفر دو نفر چهار هزار نفر, نفر اصلا گره از مشکل باز نمیکنه یعنی طبق آخرین آمار حدود پنجاه هزار نفر تشخیص شدن از حداقل 500 هزار نفر که این ده درصده و 90 درصد افراد هنوز شناسایی نشدن و میدانیم که دو تا سه روز میتواند هر کدام از این یک فرد دو نفر دیگر مبتلا کنه بین یک تا دو نفر پس این میره روی یک فاجعه اگر وزارت بهداشت بخواد همینطوری رو همین هزار نفر دو هزار نفر یا سه هزار نفر بمانه نکته دیگه اینه که تست های تشخیصی به نظر میرسه که مردم دستبندی میشن یعنی اینکه تست های اولیه ای که سازمان جهانی بهداشت حدود 100 تا 150 هزار تا تست تشخیصی پی سی آر برای ایران فرستاد مشخص نیست که در بین چه گروه افرادی این تست ها انجام شد مانند همین داروهایی است که به صورت خاص به افراد خاص داده میشه به نظر میرسه که تست هایی که با کیفیت بالاست به افراد خاصی داده میشه که تشخیص بشن و باقی افراد معلوم نیست از چه نوع تستی و با چه کیفیتی انجام داده میشه بله. آقای دکتر علای همین چند روز پیش صدای شما را از و تصویر شما را از دوشنبه از پایتخت تاجیکستان داشتیم شما اخیرا از تاجیکستان به آمریکا برگشتین از کشوری که با وجود شیوع ویروس کرونا در کشورهای همسایه‌اش به خصوص چین تا کنون بنا به آمار رسمی حتی یک مورد ابتلا به کرونا را ثبت نکرده این به نظر شما واقعیت یا یک حقیقت مطلوب مقام ها؟ من میخوام از اینجا از این فرصت استفاده کنم و تبریک بگم به دست کنترل بهداشت در تاجیکستان ببینید تاجیکستان هم از دنیا مستثنا نیست و دیر یا زود احتمال وجود کرونا در تاجیکستان هم خواهد بود ولی با توجه به تدابیر مقتدرانه و در زمان مشخص و به موقعی که دولت تاجیکستان انجام داد برای وارد نشدن کرونا به تاجیکستان یعنی چه کار کردند بلافاصله کشور رو قرنطینه کردن تمام مرزها رو کنترل کردن تمام افرادی که در ورودی های تاجیکستان چه زمینی چه هوایی آمدند بردن قرنطینه و اونها رو دو تا سه هفته در قرنطینه نگرد داشتند و مراقبت کردند با همین کار پیشگیرانه ساده الان ما می‌بینیم حتی وقتی که سازمان جهانی بهداشت اعلام میکنه که موارد نمونه هایی که در تاجیکستان شک داشتن فرستادن در آزمایشگاه لندن حتی آزمایشگاه لندن هم رد کرد که در تاجیکستان بیمار نیست پس با توجه به واقعیتی که ما الان مراجع علمی و وزارت بهداشت میبینه و حتی سازمان های بین در تاجیکستان بسیاری از سازمان های بین مستقیما خدمات ارائه میدن هیچ کدام گزارش با اویدنس یعنی بر پایه تشخیص آزمایشگاهی نداشتند و این نشان دهنده الفبای بهداشتی است که پیشگیری چون راه انتقال مشخص بوده با یک پیشگیری ساده کشورهایی مثل ایران هم میتونست مانند کشور تاجیکستان باشه که مردم الان نوروزشان با آسایش برقرار کردن و میرن به سر کارشون سپاسگزارم آقای دکتر آرش علایی نوزی شما هم خجسته با سالی خوشی داشته باشید با مدیر انستوی جهانی آموزش و سلامتی در نیویورک آمریکا صحبت میکردم تا کنون تلاش ما این بوده در چشم انداز بامدادی که همه پرسش‌های مربوط به کرونای شما مخاطبان برنامه رو با متخصصان این موضوع در میون بذاریم اگه پرسشی دارین که بی پاسخ مونده لطفاً برامون بفرستین با هشتگ پاسخ دهید تا قابل ردیابی در این انبوه پیام های شما باشه در تلگرام و حتما در گفتگاه بعدی با کارشناسان پزشکی اون پرسش ها رو مطرح خواهیم کرد هشتگ پاسخ دهید در تلگرام به شناسی بی, بی سی شما به همراهان فیسبوکیمون من هم درود میفرستم به حاج محمد اسلا گلدین و سبغت و سیاوش و زرفشان و محسن و نارملا و بعدن افشین و بابک و دوستان دیگر که همین حالا با ما هستند درود بر شما میذارم که در امن و امان باشین چشم برای دیدگاه های شما درباره موضوع های برنامه امروز هستم دیدگاه های شما در این برنامه در تلگرام به بی بی سی شما بامدادی at bbc.co.uk دو سفر چهل و چهار سی سد و هفتاد چهار و دوازده بیست و دو بیست و دو و از آمریکا خبر میرسد که جو بایدن نامزد پیشتاز حزب دموکرات ایالات متحده برای ریاست جمهوری با توجه به همهگیری ویروس کرونا خواهان تسهیل تحریم ها علیه ایران شده معاون پیشین رئیس جمهور آمریکا همچنین خواستار تضمین فعالیت گروه های امدادی شده که بتوانند بدون مجازات در ایران امداد رسانی کنند و در ازای آن آقای بایدن انتظار دارد که تهران زندانیان آمریکایی را آزاد کند همکارم بهمن کلباسی که این موضوع رو دنبال کرده از نیویورک آمریکا همین حالا با ماست بهمن جو بایدن این درخواست خودش رو یک روز بعد از اون رسانی کرد که برنی رقیب دموکرات او برای نامزدی در انتخابات در صدر امضا کنندگان توماری قرار گرفت که سی و چهار عضو کنگره آمریکا هم اون رو امضا کردند و خواهان لغو موقت تحریم ها علیه ایران شدند برای مقابله با شیوع کرونا میشه اهمیت این اقدام دموکرات ها و واکنش کاخ سفید رو اجمالا توضیح بدی لطفا آقای بایدن به خاطر اینکه اولین بار هست از زمانی که مشخص شده که احتمال بسیار زیاد نامزد دموکرات ها در انتخابات ریاست جمهوری است این موضوع رو گرفته دنچه این رو باید موزه کسی دونست که عملا ریاست و رهبری حزب دموکرات رو به عهده داره حالا و به قریب به یقین به مساف آقای ترامپ خواهد رفت در انتخابات آبان ماه به همین جهت اهمیتش فراتر از یک اظهار نظر مقام سابق هست اظهار نظر کسی است که ممکن است رئیس جمهوری آمریکا بشه و در این اظهار نظر او مفصل وارد جزئیات شده گفته است که این تحص... تسهیلاتی که باید فراهم بشه در چند قدم باید هم اطمینان داده بشه به شرکت ها و بانک ها برای اینکه بتونن معاملات مربوط به کمک های انسان دوستانه رو انجام بدن هم به گروه هایی که میرن این کمک ها رو در داخل ایران یا انتقال میدن یا خودشون حضور دارن اونها هم باید امان نامه بگیرن از دولت آمریکا که هیچ مشکلی از جهت تحریم ها براشون به وجود نمیاد و بعد در بخش دیگری از این بیانیه اون سیاست کلی آقای ترامپ رو هم به شدت زیر سوال برده سیاست فشار حداکثری و گفته که این سیاست به نتیجه معکوس داشته و نه تنها باعث نشده که ایران برنامه هستش رو محدود کنه بلکه بیشتر برنامهش فعال کرده و فعالیت منطقه ایش هم تهاجمی تر از گذشته شده و در نتیجه این سیاست رو شکست خورده خوانده و گفته که نباید با کمک نکردن مردم ایران در این شرایط این سیاست رو بغرنجتر تر کرد این سیاست شکست خورده رو بغرنجتر تر کرد به همین جهت اهمیتش این است که او به عنوان کسی که عملا موزیگیری های حزب دموکرات رو از این به بعد تعیین خواهد کرد مهمه و البته هم توی گفتی دیگرانی هم در این حزب از جمله رقیب او آقای سندرز که عقب هست البته در انتخابات و چند نماینده مجلس نمایندگان و سناتورها یازده سناتور به اضافه آقای سندرز و خانم وارن هم همین تقاضا رو داشتند البته با ادبیات متفاوت آقای ترامپ ازش سوال شد حدود 3 4 ساعت پیش در کنفرانس خبری کاخ سفید در مورد اینکه آیا حاضر است کمک بکنه به این شرایط و تحریم ها رو حداقل کاهش بده در شرایط بحران کرونا و او جوابی داد که متفاوت بود با حرفی که بقیه مقامات زدند گفت که از ایران از من نخواسته که من همچین کمکی بکنم و اونها تحت فشار هستن همون حرفایی که در گذاشتم در این مورد شنیدیم ولی در نهایت نگفت که کاهش میده یا نه فقط همین تکرار این بود که ایران از من این خواسته رو مطرح نکرده سپاس گذارم بهمن با همکارم بهمن کلباسی در نیویورک آمریکا صحبت کردم از ایران خبرهای دیگر هم داریم که در یک نگاه با جلال فرهنگ مرور کنیم جنگ لفظی مقام های ایران و آمریکا دوباره بالا گرفته وزیر خارجه آمریکا با اشاره به گزارش های منتشر شده مبنی بر دست داشتن دیپلمات های ایرانی در قتل مسعود مولوی مخالف سیاسی در استانبول در توییتی دیپلمات‌های های ایرانی را معموران ترور خوانده وزیر خارجه ایران هم در توییتر نوشته که جمهوری اسلامی شروع کننده ای هیچ جنگی نیست ولی به کشوری که آغاز کننده آن باشد درس های خواهد داد این حرف محمد جواد ظریف واکنشی است به توییت روز چهارشنبه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که هشدار داده بود اگر ایران یا شبه نظامیان متحدش به آمریکایی ها در عراق حمله کنند ایران بهای بسیار سنگینی خواهد پرداخت محمد باغری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران هم گفته که کوچکترین اقدام آمریکا علیه این کشور شدیدترین واکنش ها را در پی خواهد داشت. رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر اعلام کرده سازمانهای نهاد و تشکلها برای دریافت کمک باید مجوزهای لازم را از جمعیت هلال احمر دریافت کنند محمد نسیری گفته اگر این مجوز اخذ نشده باشد قوه غذایی با پیگیری سازمان مدیریت بحران کشور اقدام به مسدود کردن حسابها خواهد کرد و این افراد باید پس از اخس مجوز حسابشان را مجددا آزاد کنند و شرکت ملی راه آهن روسیه فعالیت خود در ایران را متوقف کرد. این شرکت در پروژه برقیسازی خط راه آهن گرمسار به اینچه برون در استان گلستان حضور داشت. ماه گذشته خبرگزاری اینترفکس خبر داده بود که شرکت راه آهن روسیه از بیم تحریم های آمریکا از این پروژه یک میلیارد دویست میلیون یورویی کنار کشیده. این چشم انداز بامدادی است از رادیو بی بی سی در لندن یک شرکت اسرائیلی تولید کننده نرم افزارهای جاسوسی مدعی شده که نرم افزاری دارد که میتواند از شیوع ویروس کرونا پیشگیری کند این همان شرکتی است که گزارش شده بود نرم افزار جاسوسی تولیدی آن به دولت عربستان سعودی در قتل جمال قاشقچی کمک کرده بود NSO Group گفته در حال گفت و شنود با دولت ها در نقاط مختلف جهان است و برخی از دولت ها هم سرگرم بررسی و اجرای آزمایشی نرمافزار هستند. جزیات بیشتر در گزارشی از امیر پیام در واشنگتن. شرکت اسرائیلی NSO مدعی است نرم که تولید کرده می پیشبینی پیش بینی کند که نقطه بعدی شیوع کرونا کجا خواهد بود می تواند به دولت ها کمک کند که بدانند دستگاه های کمک تنفسی را به کدام بیمارستان ها باید ارسال کنند و اینکه کدام منطقه یا شهر را باید اکنون قرنطینه یا از قرنطینه خارج کنند. NSO میگوید کارمندان این شرکت به هیچ یک از اطلاعاتی که در کشورها وارد این نرم افزار می شود دسترسی نخواهند داشت اما دولت ها برای به گرفتن آن باید از شرکت های فراهم کننده خطوط تلفن همراه محلی بخواهند که اطلاعات کاربران را وارد این نرم افزار کنند پس از وارد کردن اطلاعات این نرم افزار اجازه خواهد داد افرادی که مبتلا به ویروس کرونا شدهاند رصد شوند و جاهایی که آنها رفتند و کسانی که آنها ملاقات کردند در یک نقشه هوشمند ترسیم خواهد شد با وجود این جان اسکات رایلتون از نهاد دیدبان سیتیزن لب که در تورنتو کانادا مستقر است گفته استفاده از چنین نرم افزاری توسط دولت ها یک حماقت محض خواهد شرکت NSO مدعی است که چند کشور هم اکنون در حال اجرای آزمایشی این هستند اما سخنگوی این شرکت در گفتگو با بی بی سی نام این کشورها را برملا نکرده و نگفته که آیا آنها شروع به استفاده از این نرم در سطوح جوامع خود کردند یا خیر نرم افزار دیگری که بریتانیا و چند کشور اروپایی برای رصد مبتلایان به کرونا آن را تحت بررسی دارند از طریق توانایی بلوتوث گوشی های همراه به افراد در صورت نزدیک شدن به یک حامل ویروس کرونا هشدار میدهد اما مشترک شدن در چنین نرم افزاری کاملا داوطلبانه خواهد با سیتیزن لب پیشتر تا یه تحقیقی از شرکت NSO درباره نرم افزار پیکاسوس آن دریافته بود که در خاور میانه و مکزیک بدون اجازه کاربران به طور مخفیانه روی گوشی های همراه روزنامه‌نگاران و مخالفان حکومت نصب شده بود. امیر پیام بود در واشنگتن در این لحظات بامداد آدینه 15 فروردین 3 آوریل نگاهی تازه داریم به سرخط خبرهای جهان تا این لحظه در برنامه چشمانداز بامدادی شمار جان باختگان شیوع ویروس کرونا در سراسر جهان بر پایه آمار رسمی از مرز 50 هزار تن گذشته شمار موارد قطعی ابتلا به ویروس کرونا هم در آمار رسمی همچنان رو به افزایش است بالغ بر یک میلیون تن در ایران بنابر آمار دولتی از دیروز نزدیک به 2900 مورد تازه ابتلا به ویروس کرونا شناسایی شده و 124 تن دیگر جان باختند در میحال رئیس جمهور ایران گفته که کرونا ممکن است تا پایان سال بماند جو بایدن نامزد پیشتاز حزب دموکرات ایالات متحده آمریکا برای ریاست جمهوری با توجه به همهگیری ویروس کرونا خواهان تسهیل تحریم ها علیه ایران شده و در افغانستان وزارت بهداشت اعلام کرده که شمار مبتلایان به بیماری کوید 19 به 245 تن رسیده است بله به موضوع افغانستان که بهش اشاره کوتاهی داشتم تا لحظه دیگر مفصلا میپردازیم در تماسی زنده با کابل از ورزش کرونا زده هم البته که خواهیم گفت و با واپس این بخش شیرازه دفتر برنامه های نوروزیمون رو میبندیم سعدی ما از جمله به این معروف بوده که اهل سفر است سالها رفته و گشته دیده و شنیده فرا گرفته و آموخته به داستان های سفر سعدی شیرازی خواهیم رسید تا حدود فکر کنم 15 دقیقه دیگه امیدوارم هم سفر ما بمونیم و ما از کرونا در افغانستان هم خواهیم گفت محمد سرور دانش معاون رئیس جمهور افغانستان اوضاع این کشور را وخیم خوانده و از تشدید محدودیت‌های روزگردی به خاطر جلوگیری از شیوع کرونا خبر داده وزارت بهداشت افغانستان اعلام کرده که شمار مبتلایان ثبت شده در این کشور به 245 تن رسیده. از پریروز یعنی چهارشنبه شش مورد تازه ثبت شده که پنج مورد آن در کابل و یک مورد هم در دایکندی بوده. در این حال چین نخستین محمولی کمک های بهداشتی برای مقابله با کرونا را به مقام های افغانستان تحویل داده دولت افغانستان گفته که کمک های بین المللی در حال رسیدن به محلات کرونا زده در این کشور است کنیشکا ترکستانی رئیس اداری صحت محیطی هشدار داده که اگر مردم توصیه های وزارت بهداشت را جدی نگیرند آمار مبتلایان افزایش خواهد یافت موضوع از نزدیک بررسی کنیم با همکارم ارشاد هنریار که همین حالا از کابل در تماس زنده با ماست ارشاد صبحت بخیر 245 مبتلا به ویروس کرونا آماری است که مقام های رسمی در افغانستان اعلام کردند این آمار چقدر با واقعیت ها اونجا در افغانستان هم داره صبح شما ببینید دام شنوندان بخیر آمار که اعلام میشه نمیتونیم بگیم که آمار دقیق است به خاطر که حالا با به چیزی که دیشب وزارت صحت اعلام کرد که شش نفر تازه که مبتلا شدند پنج نفرشان هیچ سابقه ای سفر نداشتند و این نشان میده که کرونا در افغانستان وارد گردش اجتماعی شده و احتمالی که افراد بیشتر تو بیشتر از آن چیزی که ایران میشه مبتلا به با ویروس باشن وجود دارد بخاطر خاطر که وزارت صحت عامه افغانستان امکان تشخیص و تداوی را در هر گوشه افغانستان در هفته‌های پیشتر نداشته و حالا هم نداره با کم امکانات مواجه است از طرف دیگر مردم افغانستان آگاهی نسبت به کرونا نداشتند و این احتمالی که افراد زیاد در هفته گذشته به دلیل بیماری های تنفسی در گذشته باشند وجود دارد و چی بس افرادی که چون سابقه داشتن در یک مورد که تست کروناش انجام شده بود اما نتیجه تست بعد از اینکه او در گذشته آمد حالا این احتمال وجود دارد که افراد بیشتر از آنچه که ارقام رسمی میگه به این ویروس مبتلا باشند شاید اونطور که گفتی وزارت بهداشت امکان تشخیص درست تمام موارد ابتلا رو نداشته باشه اما خودت که اونجا هستی امکان دیدن و بررسی این موضوع رو داری چه تمهیداتی در افغانستان پیاده شده برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا تمهیدات و تدابیر در روزهای اخیر با توجه به که تهدید جدی تر شده بیشتر شده در افغانستان تلاش میکنن که والی هرات مثلا دیروز ما گفت که اونا تلاش میکنن که مانع رفت آمدشان رفت آمد مردم در شهر شوند به خاطر که در روزهای گذشته گفتم که تعداد از مردم به خاطر از خانه بیرون میشن میگفتن ما نیاز داریم بریم کار بکنیم و یک خانه پیدا بکنیم اما او گفت که تلاش میکنن که کمک بکنن به افرادی که امکان ایره ندارن که درآمد داشته باشن در روز کمک های با به اونها سازد. در این حال تنها دولت افغانستان نیست که نگران موضوع است از طرف هم کمک های دولت افغانستان به این خلاصه شده که تنها تشخیص بکنن و مورد مثبت که اگر تشخیص میشه او را تدایی فراتر از این دولت افغانستان تلاش کرده که در روزهای اخیر نیاز اولیه مردم افغانستان بهش توجه بکنن که با کمبود اطرام اولیه بر زندگیشان مواجه نشن از طرف دیگر نهادهای های مثل بانک جهانی و بانک انکشاف آسیایی هم تعهد کردند که 140 میلیون دلار هم به افغانستان کمک میکنن به خاطر که مبارزه بکنن با کرونا دولتین این هم دیروز که من به ویروس کرونا شناخته میشه کمکهایش هایش به افغانستان آورد که شامل کیت های تشخیصی و یکی دو دستگاه تنفس مصنوعی بشه سپاس گذارم ارشاد و همکارم ارشاد هنریار در کابل صحبت میکردم امیدوارم در کابل در افغانستان همیگان در امن و امان بمونند از بلای کرونا و اما سیزده به در هم به سر رسید و به روال معمولی روزگار برگشتیم البته اگه کرونا باز هم مجال بده اما همچنان از روزنامه های تهران خبری نیست آدینه است و تعطیلند و باز هم فرصتی داریم برای مرور مجله های چاپ ایران به ویژه شمارههای نوروزیشون با مسعود بهنود روزنامه نگار مقیم لندن شماره نوروزی سیاستنامه نامه ای که در 400 صفحه منتشر میشه و فوق العاده مطالب خواندنی توش داره و از عنوانش پیداست که بیشتر مطالب بسیار جدی داره و کمتر حالت گزارشی درش میخونیم چون که در فهرستش که نگاه کنیم روی جد عنوان بزرگ هست مسیح یا یهودا پس ما در کسی صحبت میکنیم که دو بچه شخصیتش قابل بررسی است و بر سر اون احیانا دعوا هم هست اینجا صحبت است هنیف نجات هست یک چهره فوقلاده پرآوازه آوازه از بین سازمان مجاهدین که قبل از انقلاب کشته شد توسط سواک و در نتیجه او به انقلاب نرسید و همین دلیل هم بسیاری از کسان هستند که نام فرزندشون هنیف گذاشتند مراکزی رو همینطور و به هر حال او یک اسم مطرحی است که این بار سیاست رفته سراغ او با یک مقاله مفصلی از محمد اوچانی شروع میشه با همین موضوع که موضوع فوق العاده حساسی است و حتما بدانید که بعدش بحث ها و گفتگوهای فراون خواهد شد مثل بقیه کار اینطوری که کرده است گوچانی اما این تنها موضوعی نیست که در مجله است یه بخشی که باشگاه روشنفکرا اسم میشه و بحث های روشنفکری توش میشه علیرضا علوی تبار یه بحثی رو گشوده و این یک صورت یک مناظری بین او و دکتر مصطفی نشاد میگذره و گاهی اوقات هم خیلی تند میشه این بحث ولی فوق العاده است یعنی الان سه بخش از این مناظره مکتوب رو مجله چاپ کرده است و بعد میره سراغ روشنفکران جهان و آدم های بسیار مهمی رو یا دوره های مهمی رو بررسی میکنه و بعد میاد به موضوعی که عرض کردم که موضوع روی جلدش هست و در اونجاست که ما وارد بحث خیلی اساسی میشیم که تیر شروع مسابقه رو محمد قوچانی در میکنه و یک پژوهش انتقادی میکنه در زندگی سیاسی و فکری محمد حنیف نژاد علاوه بر این یک مجموعه از حرف هایی که کسان مختلفی گفته انداج به حنیف نژاد اینجا جمع شده و در حقیقت یه نوع بحث شکنی است اما شاید این اشکال وجود داشته باشه که در این تقسیم بندی که ایشون در اول شروع کرده است و سه تا چهره رو به عنوان رهبرا برگزیده است که حنیف نژاد یکی تقی شهرام هست و آخر سر مسعود رجوی شاید از همین جا کسایی که بعدا قرار است انتقاد بکنن از همین جا به نوشته یا قوچانی یه ایرادهایی داشته باشن چون که همین الان که هستیم بسیار کسان هستند که به حال به اسم او سوگند میخورن و همطور که گفتم اسم فرزندانشون رو گذاشتن اما این مقاله تحقیقی در این حال نشون میدهد که افراد مختلفی انتقاد داشتن از همون زمانها انتقاد داشتن چه بخش شخصیتی هنیف نجاد مثلا فرض کنید که به عنوان یه مثال میگم نوشته ای از محمدالی سپان روز نقل شده که در سربازخونه با حنیف نجاد بوده میگه که هنیف نجاد به سربازخونه به عنوان دانشکده مبارزه مسلحانه نگاه میکرد او قصد نداشت که روشن فکر بشه پس از هیئت به دانشکده و از دانشکده به سرباز خونه اومد تا یه چریک بشه و از همین جاست که نشون میده که با سپانلو یه درگیری پیدا میکنه او معتقد به یک اخلاق عبوس و عملگرا هست و سپانلو خوب طبیعی روشنفکر روشن فکر سرخوشه که یه حالت دیگه ای داره سپانلو به یاد داره که حریف نشاد به عنوان یک نظامی مذهبی تا چه اندازه رفتارش مجبه، آزار سربازهای دیگه میشد و بعد ارتباط او با جنبشی که به بازرگان متکی شد یا دوره نزدیک شد اینجا هم یه بخشی از داستانه ولی به نظرم وقتی که این بحث مسیح یا یهودا درباره آدمی مثل حنیف نجات که این همه در موردش گفتگو هست و تقریبا میشه گفتش که یه بوتی در دوره انقلاب ازش ساخته شد مقاله مهم نیست که به قصد بوت شکنی آمده و بنابراین همونطور که در اول گفتم منتظر این هستیم که به هر حال پاسخهایی داده بشه این بحث وقتی باز میشه میرسه مثلا به سابقه این دار سابقه ترور کردن و حتی میرسه دنبال این سابقه میگرده در تاریخ اسماعیلیه و به همینجرد گفتگوهای خیلی مهمی توش صورت میگیره و در نتیجه یک شماره سیاستنامه شماره نوروزی یک شماره بسیار پرباری است این هم از شماره پربار مجلات نوروزی بود که مسعود به اینو تعریف میکرد اینجا رسیدیم به پیام های شما که تعدادشون اندک نیست بسیار هم زیاد هست خوشبختانه مثلا از فیسبوک شروع میکنم مترسک نیست که آمریکا نباید تحریم های جمهوری اسلامی رو برداره چون تأثیری به حال مردم ایران نداره به نظر مترسک عزیزه گفته که در دنیا واقعا چه خبره از یک جا صحبت تحولات نظامی است و از طرف دیگر درگیری های کرونا در این کره خاکی اسکندری گفته در تمام کشورهایی که شروع بد و سریعی داشتن و دیر اقدام کردن سرعت شیوع و تلفات متاسفانه بیشتره چون قبل از اینکه اقدامی بشه تعداد ناقلین گمنام به سرعت اضافه شده و به سختی میشه جلوی رشد آمار ابتلا و تلفات رو گرفت مثل ایتالیا کشورهای که پیشگیری کردند و یا زود اقدامات محدودیتی رو اجرا کردند موفق تر بودند که این موضوع صحبتی بود که با آقای دکتر آرش علایی داشتیم دقایقی پیش شهرام در تلگرام نشه که سالهایی که نحسیمون رو می بردیم توی طبیعت راها می کردیم به کجا کشید وای به حال سال 99 که نحسیمون تو خونه موندگار شد علی رزا گفته گمان زده می شود کرونا خطرناک است ولی نه به این شدت که بزرگ نمایی می شود بیشتر یک جار جنجال است برای اهداف و مقاصد سیاسی باید به این توجه داشت که تعداد تلفات ناشی از کوید 19 در کل جهان هنوز زیر تلفات پراید در ایران می باشد ضمن اینکه تعداد تلفات در خود ایران هنوز به تعداد تلفات ناشی از افزایش نرخ بنزین در آبان ماه سال گذشته نرسیده این رو علی نوشته و همینطور سوال هم مطرح شده که اونطور که خواهش کردم میتونید سوالهایی رو بفرستید که ما با متخصصان در برنامه بعدی مطرح بکنیم که اونها را حتما خواهم خوند اف دی نوشته که خبری که در رسانه های معتبر مختلف در خصوص نوشیدن الکل صنعتی توسط ادعی برای مقابله با ویروس کرونا عنوان میکنند کاملا اشتباه است دلیل مسمومیت ها و مرگ اخیر در ایران کمیاب شدن الکل اتانول در داروخانه ها و به تبع آن مصرف الکل متانول است این هم نظر اف دی بود علی نوشته حکومت خامنه ای شیوه همگیری و ایمنی گله ای را پیش گرفته که در واقع به کشتار گله ای خواهد انجامید به نظر او ولی این را علنا اعلام نمی کنن چون از نظر حقوق بشری براشون دردسر بزرگی ایجاد خواهد کرد این هم نظر علی بود باز هم اگه فرصت شد به پیاماتون برمیگردیم از خبرای کرونایی که بگذریم میرسیم به ورزش کرونا زده باز هم چون به راستی هیچ عرصه و زمینه در دنیا از دست کرونا در امان نیست این روزا همکارم کاوی مشکات توضیح میده که ویروس کرونا با آغاز و پایان لیگ های فوتبال اروپایی چه کار کرده در حالی که هنوز معلوم نیست که رقابته... اکثر های مختلف اروپایی کی برگزار میشه کی دوباره شروع میشه با توجه به اینکه وضعیت شیوع ویروس کرونا در اروپا خیلی گسترده هستش ولی اولین لیگی که تصمیم گرفت لیگ رو تمام شده اعلام بکنه لیگ بلژیک هست ما در خبرها دیروز داشتیم که لیگ بلژیک تصمیم گرفته لیگ رو در همین جایی که هست تمام شده اعلام بکنه و تیم بروژ رو که با 15 اختلاف امتیاز در صدر جدول قرار داره قهرمان اعلام بکنه این تصمیم در حالی گرفته میشه که ما روز چهارشنبه جلسه یوفا رو داشتیم و در اون جلسه همه اعضا متفق القول بودن که میخوان لیگ ها رو تموم بکنن و بازی ها در یک زمانی به برگزار بشه ولی با توجه به شرایطی که در الان در اروپا داریم و سایر نقاط جهان این شرایط هر لحظه تغییر پیدا میکنه در نتیجه بلژیک اولین جایی که اعلام کرده که لیگ رو تموم کرده البته باید به این نکته رو اضافه کنیم تنها یک بازی باقی مونده بود به انتهای فصل در همین حال در امروز اینجا در بریتانیا یک جلسه مهمی برگزار میشه بین تیم های لیگ برتر فوتبال انگلستان نماینده اتحادیه حرفه‌ای بازیکنان فوتبال و دسته قهرمانی یعنی دسته تر از لیگ برتر فوتبال انگلستان که در اون مسائل مهمی مطرح میشه یکی از مسائل مهم بحث این هستش که به حال کی لیگ رو می میتونن شروع بکنن مسئله که اصلا دست فوتبال نیست و بستگی به این داره که به حال این پیک شیوع ویروس کرونا کی کم بشه و به حالت معقولی برگرده مسئله مهمتر از اون بحث وضعیت پرداخت حقوق بازیکنان فوتبال هست به هر حال باید بعضی از بازیکنها و شاید همه بازیکنان باید این تصمیم سخت رو بگیرن و قبول بکنن که حقوقشون در این شرایط که خب بازی هم نمیکنن کم بشه و حقوقشون رو کمتر بکنن به خاطر اینکه باشگاه شرایط بسیار بد مالی هم در حال حاضر دارن و هم در آینده خواهند داشت و یه خبر جالب و با مزه هم هست کاوه در مورد یک راننده مسابقات فرمول ای که الان از مسابقاتش هیچ خبری نیست رانندی کامیون شده درسته و به پیکار علیه شیوع ویروس کرونا پیوست بله در حال حاضر به حال اکثر ورزش ها میدونیم که متوقف شده فرمول ای هم همینطور ف... الکساندر سیمز یکی از راننده های این ماشین ها هست اون تصمیم گرفته راننده کامیون بشه و اون کالاهایی مثل ماسک مثل ژل های ضد کننده دست که شرکت های اتومبیل سازی و شرکت هایی که کارشون کار دیگر بوده الان شروع کردن به ساختن اونا میسازن رو بین بیمارستان ها پخش بکنه این تصمیمی بوده که به اون گرفته و در حال حاضر داره وقتش رو به این کار صرف میکنه و چه کار خوب میکنه این نام رو به یادها بسپریم الکساندر سیمز راننده بریتانی مسابقات فرمول ای که دست به کار پیکار با شیوع ویروس ویرانگر کرونا شده صحبتی داشتن با کاوی مشکات و اما ایام نوروزی به سر رسید و بهار همچنان در آغاز راهه پس باز همیشه از نوروز و بهار گفت به اینکه امروز واپس این بخش شیرازه رو داریم که چند سال پیش برای ایام نوروزی تهیه شده بود فصل سوم شیرازه که به گلستان صدی شیرازی اختصاص داشت آخرین بخشش رو داریم که اینجا سام فرزانه به سفرهای شیخ اجل و باستا به اون در گلستان پرداخته شیرازه ورقی از گلستان سعدی سفر و قربت سلام سعدی ما از جمله به این معروف بوده که اهل سفر است سالها رفته و گشته دیده و شنیده فرا گرفته و آموخته گاهی هم زانوی غم به بغل گرفته و سروده ای باد بهار انبرین بوی در پای لطافت تو میرم چون میگذری به خاک شیراز گو من به فلان زمین اسیرم بعد برگشته به شیراز و بوستان و گلستانی برای ما به یادگار گذاشته پر از داستانهای سفر مجگان قاضی راد نویسنده درباره سفر در گلستان چنین میگوید سعدی از بامیان صحبت میکنه تا کیش یعنی اینکه در مورد همه اینا حکایتی داره و من فکر میکنم یکی از دلایل فراگیر بودن پندای گلستان هم سرچشمه گرفته از تجربه های سفر اون است از نظر من سفر به یک معنا جرف ساخت گلستان مهدی جامی بود نویسنده چرا که حاصل تجربه های او در جهان دیدن و جهان گشتن است و نشانه های سفر در تمام گلستان پراکنده است اما در آن روزگار که طیاره سهل است ماشین دودی هم نبوده سعدی چرا سفر رفته؟ چرا اینقدر طولانی رفته؟ قیبت سعدی از شیراز یک سفر به عنوان تفرج و تفنن نیست رضا فرخفال نویسنده و مدرس زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه کلرادو سفرهای سعدی را نوعی مهاجرت میخواند دقیقا شرایط خاصی او را مجبور به غربت گزینی کرده یه جا مثلا در یه قصیده میگه وجودم به تنگ آمد از جور تنگی و وقتی هم که به شیرازش باز میگردد چنین میسراید چو باز آمدم کشور آسوده دیدم زگرگان به در رفته آن تیز چنگی و جلوتر اینکه که پلنگان رها کرده خوی پلنگی شما میبینید که اینجا یک قربت صورت گرفته و به دلیل کاملا مشخص سیاسی این از اینکه چرا ما در جستجوی تعریفی از قربت در کار سعدی میتونیم باشیم حاصل جستجوهای رضا فرخفال درباره مسئله قربت در آثار سعدی منجر به نگاشته شدن مقاله‌ای به نام حدیث قربت سعدی شده است که نشر مرکز آن را همراه با مقاله های دیگر در کتابی به همین نام چاپ کرده. معنی قربت دوری از خانه، زادگاه و موتن است. موتن سعدی شیراز است و شیراز به گفته رضا فرخ فال یکی از واحه ها یا مراکزی بوده که حوزه فرهنگی ایران را تشکیل میداده است در بازگشت به شیراز بعد از سالها دوری انگار که به سوی معشوق خودش بازگشته و میگه خاک شیراز همه گل خوشبوی دهد لاجرم بلبل خوشگوی دیگر باز آمد در اینجا میبینیم که وطن غیر از اون مفهوم واحیی برای سعدی خود زبان بازگشت به زبان مادری است در مقاله حدیث قربت سعدی رضا فرخفال از یک شاعر تبعیدی روس نقل می کند که قربت سه انگیزه مشخص دارد فقر، ترس و ملال و بعد با توجه به آثار سعدی نشان می دهد که چطور هر سه اینها از دلایل مهاجرت در دوران سعدی بوده است حمله مغل تجربه رعباوری بوده و جور حاکمان بر آن افزوده و ملالی به همراه آورده و البته فقر مردمی که از تاراج بیگانه و خراج وضع شده حاکمان همه چیز از کف داده بودند به ناچار سر به بیابان خدا میگذاشتند چنان که سعدی کرد و چنان که جوان مشت زن در حکایتی که شبنم طلوعی میخواند. زنی را حکایت کنند که از دهر مخالف به فغان آمده و حلق فراخ از دست تنگ به جان رسیده شکایت پیش پدر برده و اجازت خواست که عزم سفر دارم مگر به قوت بازو دامن کامی فراچنگارم پدر گفت ای پسر خیال محال از سر در کن و پای قناعت در دامن سلامت کش و میگوید منافع سفر برای من و شما نه که برای پنج تایفه است نخواست بازرگانی که نعمت و مکنت غلامان و کنیزان دارد دومی عالمی که منطق شیرین و قوت فساحت دارد و به این دلیل اکرامش میکنند سوم خوبرویی که صاحب دلان بخواهند با او معاشرت کنند چهارم خوشاوازی که به هنجره داوودی آب از جریان و مرغ از تیران باز دارد یا کمین پیشوری که به سعی بازو کفافی حاصل کند پسر برخلاف نصیحت پدر راهی سفر می شود و در جایی مردم را می بیند که راهی سفر دریایی اند. او را به کشتی راه نمی دهد زرنداری نتوان رفت به زور از دریا جوانما قلدوری می کند و آنها هم به ناچار او را به کشتی راه می دهند و روان می شوند تا اینکه به جزیره ای در یونان می رسند و ملاح می گوید یکی از شما که دلاورتر است باید که بدین ستون برود و ختام کشتی بگیرد تا امارت کنیم جوان پیاده می شود که لنگر کشتی را بیاندازد اما ملاح کشتی را می راند و میرود و در جزیره رهایش می کند جوان بیچاره تشنه و گرسنه راه می افتد و جایی می بیند به ازای پول اندکی آب میدهند، اما او همان پشیز را هم نداشته و این بار زورگویی هم افاقه نمی کند بعد در پی کاروانی می افتد و می رود شبانگه برسیدند به مقامی که از دزدان پرخطر بود پیش کاروانیان لاف زد که من به تنها پنجاه مرد را جواب میدهم کاروانیان هم به این امید به او آب و غذا میدهند اما پیرمردی از جمله کاروانیان به آنها میگوید شاید این یکی از خود دزدان باشد که در میان ما تعبیه شده است تا به وقت فرصت یاران را خبر کند مسلحت آن بینم که مر او را خفته بمانیم کاروانیان هم او را در خواب رها می کنند و می روند. و جوان آنگه خبر یافت که آفتابش در کتف تافت در همین حال پسر پادشاه بالای سرش می رسد و از احوالش می پرسد ملکزاده را بر حال تباه او رحمت آمد خلعت و نعمت داد و معتمدی با وی فرستاد تا به شهر خیش آمد پسر مشت زن آنچه بر سرش رفته بود را برای پدرش تعریف می کند و پدر می ای پسر نگفتمت هنگام رفتن که توهی دستان را دست دلیری بسته است و پنجه شیری شکسته؟ پسر گفت ای پدر هر آینه تا رنج نبری گنج بر نداری و تا جان در خطر ننهی بر دشمن زفر نیابی من فکر میکنم این حکایت یک مناظره ای هست بین این پدر و پسر در خوبی و سفر و بدی سفر که به وسیله این دوتا در واقع سعدی برای ما خوبیا و بدی های سفر رو برمیشمره فاطمه زارعی بود نویسنده که میگوید سعدی با شیرین کارین این حکایت را تمام می کند بدون آنکه نظرش را بگوید رضا فرخفال هم بر همین نکته انگشت میگذارد و میگوید بی جواب ماندن این سوال ممکن است برای این باشد که سعدی نمیخواست نظرش را بگوید چرا برای اینکه اگر پسر رو تایید بکنه و به سود او موزه بگیره خب این نفی آموخته ها و مشرب اشعریشه چون اشعری ها معتقد بودند که شرایط موجود سرنوشتشان است از طرف دیگه اگر موزه پدر رو تاکید بکنه و به سود او موزه بگیره این نفی حرفای خودشی که قبلا زده گلستان به عنوان دست آورد من حاصل قربت طولانی من اما آقای فرخفال تئوری دیگری هم دارد و پاسخ دیگه اینه که سدی در واقع هر دو رویکرد رو مطرح میکنه و قضاوت رو به ما خواننده میگذاره و این جالبه این یکی از زرافت ها و بداعت های کار سعدیس در گلستان یعنی برخوردی مدرن که نویسنده در آن موقعیت را شرح میدهد و قضاوت را به خواننده واگذار می کند. عباس میلانی در کتاب تجدد و تجدد ستیزی در ایران می نویسد که هر خواننده نقشی اساسی در تعیین معنای متن بازی می کند. به همین خاطر آثار ماندگاری چون گلستان را هر نسلی از نو خوانند و معنای این گونه متون پیوسته در تغییر و تحولند. ایتالو کالوینو در مقدمه کتاب چرا باید کلاسیک ها را خواند که نشر قطر آن را با ترجمه آزیتا همپارتیان منتشر کرده توصیه می کند به جای خواندن آثاری درباره یک اثر کلاسیک خود آن را بخوانید. کالوینو می نویسد در مدرسه و دانشگاه باید فهمانده شود که هر کتابی که از کتاب دیگر سخن می گوید بیش از خود آن کتاب حرفی برای گفتن ندارد. پس لطفاً شیرازه امسال را که همینجا دفترش بسته می شود دعوتنامهی به حساب آورید برای خواندن دوباره گلستان سعدی تا هم معنای خاص خودتان را از دلش بیرون بکشید و هم از خواندنش لذتی ببرید مخصوص خودتان ناب ناب با سپاس فراوان از کمک های علی میرشاهی و رضا گنجی در ساخت این فصل از شیرازه موسیقی این برنامه هم از فرج بالفکن بود خلاصه کردن حکایت کار محسومه ناصری بود تهیه کننده هم من هستم سام فرزانه نقطه و با سپاس فراوان از سام فرزانه آخرین بخش شیرازی بود که یکی از مخاطبان پرپاگرد ما هیرکان نوشته این مجموعه برنامه در مورد سعدی بسیار پربار بود ممنون شکریم بهمن هم گفته که به خصوص با نوای ستاره دلنشین فرج بالافکن سپاس از همراهی تک تک شما با چشم انداز بانودیه